من قبل از پاسخ به این سوال، خدا رحمت کنه، مسکوب بر من خیلی یک خاطره همیشه میاره. توی من مسکوب میگفتم، مسکوب باشه آخه مسکوب. بعد یه بار تو برنامه تماشا اون مریم عرفان گفت با شاهرخ مسکوب مصاحبه کرد. از اونجا این هر بار که مسکوب میاد یاد اون برنامه میفتم، برام خیلی جالبه. خیلی زیبا بیان کرده که رویاهای کودکانه و صادقانه تفاوتش با واقع بینی به عنوان یک انسان. آدم در تخیلش یک شبه میتونه یا دونکیشوت بشه یا دور دنیا رو در 8 روز بگرده. این خوبی داره و بدی داره. ژول ورن اگر یه همچین رویاهایی نداشت، دنیا چنین پیشرفتی نکرده بود. یا اگه ادیسون چنان رویاهایی نداشت، دنیا چنین پیشرفتی نکرده. اما اونا رویا داشتن که کار بزرگی بکنن، نه الزاماً همه رو تغییر بدن. چیزی که بیشتر به نظر من مسکوب منظورش بود این بود که افراد دچار توهم خود بزرگ بینی بشن و فکر کنن که انقدر وجودشان مؤثره در جهان که اگر نباشن جهان نابود میشه. ولی واقعیت بهشان نشان میده که در هر صورت همه میرن، هر چقدر خوبی کنن، هر چقدر آتیش بسوزنن، هر چقدر بدی کنن، دیگه از نیرون و نمیدونم نمرود و فرعون و مگابه و نمیدونم اخیر و قدیم و مغول و اینا بدتر، یا از نازنینای مثل ماندلا و نمیدونم پیامبران و اینا بهتر نداشتیم. ولی اگه آدم باورش بشه، گفتن فرق داره با اینکه باورش بشه، باورش بشه که فانیه، قرار نیست همه دنیا رو اون تغییر بده، ولی قراره سد راه دنیا نشه، چوب لا چرخ دنیا نذاره. و به اندازه وسع خودش، این داستان سلیمان هست که مور با کوچیکی خودش آمد و یه دونه پوش آورد. هر کس به اندازه وسع خودش میتونه در یک جریان خوب مشارکت داشته باشه، ولی اینی که منتظر به اصطلاح یک مسیح باشه هر جامعه یا هر دوره تاریخی که دستی از غیب برون آید و کاری بکند، نه، هیچ دستی از غیب برون نمیاد. تمام پیامبران هم، اونایی که حالا باور دارن، اونایی هم که ندارن، یه توجیه دیگری دارن که زمانی رسالتشان رو اعلام کردن که جامعه آمادگی شو داشته. ولی اینی که فکر کنیم که با وجودی که همه چیز خرابه، یک نفر، یک فکر، یک ایده میتوانه یک دفعه جامعه رو از نیست به هست یا از هست به نیست برسانه، نه، چنین چیزی رو من اصلا باور ندارم. چون فکر میکنم تجربه اونم مال عمر زیاده، تجربم نشان داده که در لابلای این همه نیستی ها بالاخره هستی رشد میکنه و به هر حال هستی پیروزه هر میدانی. من یادم مرحوم مادرم میگفتن یه موقع اگه نقنق میکردیم، غر میزدیم اینا، میگفتن ببین توی هر خارستانی بالاخره یه گل سرخ هم پیدا میشه که تو به اون امیدوار باشی. نمیشه و اون راه خودشو باز میکنه، مثل کوزه های شکستهی که از لابلاش بالاخره جوانه میزنه و ما سبزی جوانه رو میبینیم. یه دفعه الان یاد داستان عمو نوروز افتادم که بر نواهام کوچولو بودن خیلی میگفتم و کارتوناشو نشان میدادم. بالاخره اون گلی که نن سرما روی گیسمان خودش زد، بشارت میده یک شکفتگی دیگر رو، یک بهار دیگر رو. این افسانه نیست، این تخیل نیست، این آرزوی انسانیه که در قالب ادبیات دست به دست میگرده و نسل به نسل و
به بودن امیدوار میکنه. ولی اینکه بنشینیم و منتظر باشیم که یک نفر هزینه کنه و دیگران دست بزنن، چنین اتفاقی در هیچ جای دنیا نیفتاده و نخواهد افتاد. من روز جمعه رفته بودم مراسم ختم شادروان ماهبانو تاتا، از بزرگان جامعه ریاضی آمار ایران بودن، از پارسیان هندم رفته بودم سالن ایرج زرتشتیان و موبدشان بسیار زیبا صحبت کرد برای من. همشو نوشتم و گفتم ای کاش بیشتر از این حرفا میشنیدم. و بحثشان این بود که چگونه در واقع شر محکوم به نابودیه، چون خیر قدرتش بیشتره.